در این برنامه فناوری نو نگاهی داریم به سفر با هایپرلوپ که سفری است با سرعت صوت و انقلابی در وسایل نقلیه. حتما میدونید که استحکاک یک عامل بازدارنده است و استحکاک نسبت عکس با سرعت داره. یعنی هر چقدر استحکاک کمتر باشه، سرعت افزایش پیدا میکنه. این یه اصل ساده و مهم سرآغاز اختراع هایپرلوپ شد. هایپرلوپ نسل جدیدی از حمل و نقل زمینی و با سرعته. هایپرلوپ سیستمیه با لوله‌هایی به هم پیوسته که در اون یک خلأ نسبی حاکمه. در این سیستم میتوان دست کم از نظر تئوریک افراد و اشیای مختلف را با سرعت صوت، یعنی 1200 کیلومتر در ساعت، از مکانی به مکان دیگر منتقل کرد. ایلان ماسک، مؤسس خودروهای الکتریکی شرکت تسلا و تأسیسات هوافضای اسپیس اکس، در سال 2013 طرح هایپرلوپ را به عنوان الگوی حمل و نقل در قرن 21 مطرح کرد. در سیستم هایپرلوپ محفظه های بزرگ در داخل لوله های مخصوص قرار گرفتند و با کمک فشار هوای فشرده که از عقب وارد شده و از خروجی های پایین آنها به بیرون رانده می شود حرکت می کنند. در این محفظه ها برای از بین رفتن استحکاک شرایط خلع حاکم است. مسافران هایپرلوپ با سرعتی مانند سرعت هواپیما جابجا می شوند. سرعت هایپرلوپ هایی که مسافتی کوتاه‌تر را می پیمایند دو برابر قطارها با سرعت بسیار بالا خواهد بود. هزینه این جابجایی که با سرعت زیاد انجام می شود نصف قیمت قطار سریع و سیر برای همین مسیر است. بروی کاغذ و از نظر تئوری هایپرلوپ با دارا بودن این سیستم و نشانه های فنی از نظر اثباتی علم فیزیک می تواند به طور مثال فاصله 551 کیلومتری شهر لس آنجلس تا شهر سان فرانسیسکو را تنها در مدت زمان 35 دقیقه و با سرعت 885 کیلومتر بر ساعت طی کند. بر اساس این طرح در آینده نزدیک کلان شهرهای بزرگ دنیا در هر قاره‌ای با استفاده از این وسیله نقلیه به هم متصل می‌شوند و این وسیله به عنوان متروی در مقیاس جهانی استفاده خواهد شد. از ویژگی‌هایی که برای این دستگاه تعریف شده است این است که این وسیله مسافری را در صف انتظار قرار نمی‌دهد و در همه زمان‌ها این کپسول‌ها حرکت خواهند داشت. در حال حاضر پروژه هایپرلوپ برای ارتباط بین دبی و ابوظبی در حال تحقیق و توسعه راهبردی است. بسیاری بر این باور هستند که این نوع جابجایی در فواصل زیاد همراه با حفظ شرایط ایمن عملاً غیر ممکن است. به خصوص وقتی این نکته را در نظر بگیریم که محفظه این سیستم دارای انعطاف‌پذیری زیادی نیست و در شرایط آب و هوایی متفاوت دچار انبساط و انقباض می شود و ممکن است با ایجاد اختلال در حرکت این وسیله نقلیه امنیت مسافران را به خطر بیندازد. هدف آتی این پروژه انجام آزمایش های جدید و رسیدن به سرعت 400 کیلومتر بر ساعت است. هایپرلوپ وان با سرعت 387 کیلومتر بر ساعت رکورد قبلی خود را که 310 کیلومتر بر ساعت بود بهبود بخشید. این بیشینه سرعت که رکورد فعلی مدل‌های مختلف هایپرلوپ محسوب می‌شود، هنوز فاصله زیادی با 1200 کیلومتر بر ساعتی دارد که به صورت نظری پیش‌بینی شده است.